دیروز قطعنامه پیشنهادی کشورهای عربی در شورای امنیت توسط آمریکا وتو شد، به این دلیل که به گفته وزارت خارجه آمریکا این قطعنامه آزادی گروگان‌ها رو تضمین نمی‌کنه. چرا به نظرتون جامعه جهانی نمی‌تونه به راه حلی برسه برای آزادی گروگان‌های در بند حماس؟ وقتتون بخیر خانم وحیدی راد. ببینید، مسئله‌ای که هست اینه که اسرائیل سه هدف رو اعلام کرده داره پیش میبره در نوار غزه و اونها آزادی گروگان ها، تضعیف حداکثری یا نابودی حماس و به دست گرفتن کنترل امنیتی غزه پس از حماس هستش. حماس به خوبی این رو میدونه که اسرائیل این بار به هیچ وجه شوخی نداره و تمام تلاشش رو روی این گذاشته که بتونه این گروه و زیرساخت‌ها و موازهش و نیروی نظامی و بخش مسلح اون رو حداقل به طور کل نابود کنه. به همین دلیل این مسئله خیلی پیچیده میکنه آزاد کردن گروگان‌ها رو. از سمت دیگه حماس هیچ تردیدی نداره در این که بخواد استفاده کنه از مردم عادی به عنوان سپر انسانی و به نظر میرسه که ذره اهمیت نمیده به آمار بسیار بالای تلفات غیر نظامی که داره ایجاد میشه در پی کشتن افراد حماس. این مسئله رو به شدت پیچیده کرده. اسرائیل هم حاضر نیست دست از حمله برداره، ولی به خاطر فشارهای بین‌المللی که ایجاد شده به نظر میرسه الان در منطقه رفح دیگه حملات رو به گستردگی پیش انجام نمیده، بلکه داره از نیروهای ویژه خودش از تیپ گیواتی به عنوان مثال استفاده میکنه برای اینکه سعی کنه این اهداف رو دنبال کنه و همچنین به نظر میرسه که اسرائیل نزدیک شده باشه به دستگیری یک سری از فرماندهان ارشد حماس در اون منطقه و داره سعی میکنه با نیروهای ویژه این مسئله رو دنبال کنه که آمار تلفات غیر نظامی کاهش پیدا کنه. از سمت دیگه ایالات متحده حاضر نیست دفاع و حمایت خودش از تنها متحد منطقه‌ای خودش و مهمترین متحد منطقه‌ای خودش که اسرائیل هست رو قطع کنه. به همین دلیل هنوز حاضر نمیشه که اجازه بده که در شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای بخواد اسرائیل رو محکوم کنه و ادامه میده به حمایت از اونها. آقای مدرس، همونطوری که شما گفتین اسرائیل بارها اعلام کرده که هدفش نابودی کامل حماسه، اما الان نگرانی دیگری که در جامعه جهانی مطرحه قصد احتمالی ارتش اسرائیل هست برای انجام عملیات زمینی در رفح که میگن ممکنه وضعیت انسانی رو بحرانی تر کنه. اما مگه برای نابودی حماس راه دیگری وجود داره؟ متاسفانه برای نابودی حماس هیچ راه دیگری وجود نداره. ببینید، ما وقتی راجع به حماس صحبت میکنیم داریم راجع به یک ایدئولوژی تروریستی صحبت میکنیم. این در بین مردم غزه متاسفانه ایندکترینیت شده، به این معنی که از کودکی اومدن این رو به اینها آموزش دادن و یک نوع شستشوی مغزی رخ داده. ما هرگز نمیتونیم حماس رو به کلی نابود کنیم، اما ساختار گروه حماس جوریه که نیاز داره به سرزمین‌های تحت کنترل برای اینکه بتونه به بقای خودش ادامه بده. اگه حماس قدرت کنترل بر یک ارضی رو نداشته باشه، بر یک سرزمینی رو نداشته باشه و در این حال شاخه نظامی اون به کل از بین رفته باشه، احتمال اینکه در مرور زمان، در میان مدت و بلند مدت ما بتونیم این مرحله ضد بنیادگرایی رو علیه ایده حماس پیش ببریم به مراتب آسان‌تر خواهد. آقای مدرس، در تحولات دیگه ای امروز در حملات منتسب به اسرائیل در سوریه مراکزی مورد هدف قرار گرفته که گفته میشه متعلق به حکومت ایران و سپاه پاسداران. از طرف دیگه حملات دفاعی بریتانیا و آمریکا به حوثی‌های یمن به منظور برقراری امنیت کشتیرانی هم ادامه داره، اما شاهد تداوم حملات شبه نظامیان مورد حمایت تهران در منطقه هستیم. چرا حملات این آمریکا و بریتانیا و حالا سایر حمایت سایر کشورهای غربی از این حملات نتونسته تا الان توان نظامی این گروه ها رو کم کنه یا اونها رو در هم بشکنه؟ در مورد مطلب اول که فرمودید، این نشون دهنده این هستش که اسرائیل به دقت میدونه که نیروهای جمهوری اسلامی، نیروهای نیابتی، فرماندهان چه رفت و آمدهایی رو دارن و در کجا سکونت دارن و میتونه به این راحتی اونها رو از بین ببره، که نشان دهنده نفوذ بسیار بالای اسرائیل در دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامیه و این واقعیت که در جمهوری اسلامی پروسه فروپاشی اطلاعاتی رخ داده که انقدر گپ‌ها و درس‌های مختلفی وجود داره که از اونها میتونن نفوذ کنن. از سمت دیگه درباره حوثی‌ها که می‌فرمایید، ببینید مسئله اینه که حوثی‌ها یک گروهی هستند که به جنگ‌های نامتداول مشغول هستن.
هستن، گریلا وارفر یا یک نوع جنگ های پارتیزانی رو دارن پیش میبرن. عربستان سعودی 7 سال سعی کرد از طریق حملات هوایی حوثی ها رو از بین ببره و موفق نشد. از بین بردن حوثی ها نیاز به یک تاکتیک چند لایه‌ای داره. ایالات متحده سعی میکنه همیشه در 4 لایه این عملیات رو انجام بده. اول این هستش که خطوط تامین جنگ رو قطع کنه، به این معنی که اجازه نده جمهوری اسلامی برای اونها سلاح بفرسته. بعد میریم مرحله دوم سراغ از بین بردن مواضع نظامی و زیرساخت‌های نظامی که دارن، که این داره انجام میشه. از بین بردن پایانه‌های تجاری و اقتصادی، جایی که قلب تجاری حوثی‌ها و یمن از اونجا داره میگذره که میشه پایانه صادرات نفتی، اون هم از بین رفته. و در مرحله آخر رو میاره به از بین بردن و حذف فیزیکی رهبران سیاسی. به نظر میرسه ایالات متحده اگر بخواد بازدارندگی خودش رو افزایش بده در این مرحله، با توجه به این که تهدیدهای حوثی‌ها هم افزایش پیدا کرده، چاره دیگری نداشته باشه الان به جز این که بره به سمت حذف رهبران سیاسی حوثی‌ها.